نتایج تازه ترین تحقیقات درباره سویه اومیکرون. تازه ترین تحقیقات در مورد واکسن های کرونای فایزر، بایوانتک، مدرنا و جانسون ان جانسون نشان می دهد که این واکسن ها در برابر سویه جدید اومیکرون تأثیر کمتری دارند، اما با تزریق دوز اضافی تأثیر این واکسن ها در برابر این سویه افزایش می یابد. محققان آمریکایی با بررسی نمونه خون دریافت کنندگان این واکسن ها پی بردند افرادی که علاوه بر دوز معمول یک دوز اضافی نیز دریافت کردند دارای ایمنی بیشتری در برابر سویه اومیکرون هستند. دانشمندان همچنین اعلام کردند اومیکرون در مقایسه با سویه های قبلی قدرت ایجاد عفونت بیشتری دارد و قدرت انتقال آن نیز تقریبا دو برابر بیشتر از سویه دلتا است. پیش از این محققان دانشگاه آکسفورد نیز گفته بودند تزریق دو دوز از واکسن های آسترازنکا و فایزر نمیتواند بدن را به اندازه کافی در برابر سویه اومیکرون مقاوم کند. عبور تاریخی کاوشگر پارکر از اتمسفر خورشید. آژانس فضایی آمریکا ناسا اعلام کرده که کاوشگر خورشیدی پارکر توانسته در مأموریتی بی‌سابقه وارد اتمسفر خورشید شود. عبور پارکر از اتمسفر فوقانی خورشید این کاوشگر را قادر ساخت تا در بهترین شرایط ممکن به نمونه برداری از ذرات خورشیدی و بررسی میدان‌های مغناطیسی تنها ستاره منظومه شمسی بپردازد. مأموریت کاوشگر ناسا باعث باز شدن فصل جدیدی از کاوش‌های خورشیدی و ارتقای درک انسان از چگونگی تشکیل منظومه شمسی شده است. کاوشگر پارکر با هدف رسیدن به فاصله بسیار نزدیک با خورشید و مطالعه بادهای خورشیدی در آگوست 2018 به فضا پرتاب شد. باکتری‌ها در خط مقدم مبارزه با پلاستیک‌ها. مطالعه جدید نشان می‌دهد باکتری‌ها در پاسخ به بحران آلودگی پلاستیکی در جهان در حال تولید آنزیم‌های جدیدی هستند که قادرند پلاستیک را تجزیه کنند. دانشمندان ژاپنی 5 سال پیش کشف کرده بودند که در یکی از مراکز بازیافت زباله در این کشور آنزیم‌های جدیدی توسط باکتری‌ها تولید می‌شود که این ارگانیسم‌ها را قادر به تجزیه پلاستیک می‌کند. اما تحقیقات جدید حاکی از آن است که باکتری‌ها در سراسر جهان در حال تولید آنزیم‌هایی برای تجزیه پلاستیک هستند. محققان امیدوارند با بررسی دقیق ترکیب این آنزیم‌ها بتوانند آنزیم‌هایی با کارایی بالاتر برای مبارزه با آلودگی پلاستیکی توسعه دهند. قطره چشمی جدید برای درمان تاری دید. به تازگی در آمریکا داروی جدیدی به نام وویتی برای درمان تاری دید فراهم شده که میتواند جایگزین عینک مطالعه میلیون‌ها آمریکایی شود که مشکل تاری دید در فواصل نزدیک دارند. با استفاده از این داروی جدید که نوعی قطره چشم است، حدود 128 میلیون نفر از مردم آمریکا که به واسطه بالا رفتن سن دچار تاری دید شدند، میتوانند استفاده از عینک را کنار بگذارند. سازمان غذا و داروی ایالات متحده در ماه اکتبر استفاده از این دارو را مورد تایید قرار داد. تحویل نخستین سفارش غذا در فضا. یوساکو مائزاوا، میلیاردر ژاپنی، به نخستین فردی تبدیل شد که یک سفارش غذا را در فضا تحویل داده است. این کارآفرین ژاپنی با همکاری اوبریتس، شرکت آمریکایی سفارش غذا، غذاهای کنسرو شده ای را به فضا نوردان مستقر در ایستگاه فضایی تحویل داد. یوساکو مائزاوا برای یک سفر 12 روزه در ایستگاه فضایی بین‌المللی حضور دارد و می‌خواهد در سال 2023 نیز به ماه سفر کند.